من کامنت هم تلاش میکنم بعد بخونم تو صحبت هایی که انجام میدم، ولی در مورد این بحث درگیری ما با این تروریست های تجزیه طلب چی شده که این حضراتی که خودشونو کرد میدونن ولی در حقیقت بزرگترین خیانت ها رو به مردم کردستان انجام دادن، چی شد که اینا به ما حمله کردن و من چی کار کردم اینا اینقدر مثل جلیز ویلیزشون در اومده و فقط پوش خارمادر میدن و تهدید جانی میکنن و نمیدونن که کسی که جانش رو برداشته اومده وسط مثل من و برای خاک ایران مبارزه میکنه، اصلا مرگ محبتیست اهورایی. حالا من نه اینا با این تهدیداشون به کلی، بعد منم چیزی نگفته بودم اینا اینقدر ناراحتن. من چندین برنامه ساختم و نشون دادم اینا چه جنایتایی کردن علیه مردم کردستان و چون اینا خب تو 38 سال گذشته در یک قالب مظلوم نمایی رفته بودن، در یک لاک مظلوم نمایی رفته بودن، آقا ما کول برداری، وای ما فلانی، وای حق حقوق ما رو خوردن اینا، زمان رضا شاه حق حقوقمون رو خوردن، زمان محمد رضا شاه خوردن، ابتدا خمینی زده ما رو کشه، این مظلوم نمایی گسترده ای که انجام میدادن و خب رسانه‌ای مثل بی بی سی، صدای آمریکا، اینا همه با هم حمایتشون میکردن و حالا چی شده که اینا از دست من کفری شدن؟ اینه که من اومدم گفتم نه آقا جان، در 100 سال گذشته شما نه تنها مظلوم نبودید بلکه خیلی از هموطنای ما رو در کردستان و کشتی، سربازان ما رو سر بریدید و با چند برنامه تلاش کردم اینا ماهیت کثیف، من که خب ماهیت کثیف اینا رو وقتی که تو مطالعه کردم اومدم برنامه می‌سازم خب شناخته بودم، ولی شوربختانه خیلی از یاران ما در قالب ملی‌گرایی توی باغ نیستن، اصولا من اینا رو نامشون رو می‌ذارم گیج‌های ملی، اینا گیجن، یعنی فقط هرچی بهشون دادن اینا فقط گفتن اوکی خوردن، دیگه مزه مزه نکردن ببینن این خوراکی که دارن بهشون میدن آیا مسموم شده یا نه. و من بیشتر کارهایی که دارم میکنم بابت اینه که بخش ملیگرامونو در درجه اول بیدار کنم. آقا بیدار شید، اینها افرادی هستن که در قالب مظلوم نمایی دارن تیشه به ریشه که ایران نه دیروز و امروز بلکه 100 سال است دارن میزنن، ریشه اینا ریشه 100 ساله است، اینا نوادگان سیمیتقوی خائن هستن، اینها نوادگان سیمیتقوی هستن که مردم کردستان هم اینا بارها کشتن و من تلاش کردم با برنامه هم یاران رو بیدار کنم. خب معلومه وقتی که من مطالعه کردم تو این راستا و میام چند برنامه میسازم و 2 برنامه اخیرم که واقعا اینها رو دیگه صداشون رو در آورد، البته از برنامه‌ای که من جنگ 24 روزه رو برای نخستین بار در رسانه‌های ایرانی اومدم از دیدگاه ملی معرفی کردم و گفتم چیز، اینها از اونجا دیگه آماده شده بودن به من حملاتشون رو آغاز کنن، ولی 2 برنامه بعدی من یعنی تیر خلاص به این تروریست‌ها در چارچوب منطق زد. یکی برنامه‌ای بود که به پاسداشت جانباختگان کرد ساختم، کردی که توسط احزاب تروریستی کومولو دموکرات کشته شده بودن و خب تا الان هیچکی این کارو نکرده بود که بگه آقا جون مردم کردستان اینهایی هستن که در برابر شما کشته شدن. وقتی که این برنامه رو ساختم اینا دیگه خیلی آتش گرفته بودن، حملاتشون رو خیلی آروم آغاز کردن به من تا اینکه من دیدم که یکی از این تروریستا به نام رامین حسین پناهی رو الان چیز این مرزبانان ایران گرفتن و اینا شلوغ دارن میکنن، برای خودشون تظاهرات میذارن، میرن جلوی سازمان ملل، های ما رو گرفتن. خب آقا تروریست بوده گرفتنش. اومدم فوراً برنامه ساختم و فوراً اومدم این برنامه رو ساختم تا اینکه یک وقتی به قول معروف جای جانی و کسی که جان باخته است عوض نشه، اینا خیلی مسائل مهمیه، جای قربانی و کسی که قربانی کننده است جا به جا نشه. وقتی که این برنامه رو ساختم اینا دیگه منفجر شدن. خب خوشبختانه با انفجار اینا، خب من که میدونستم اینا توشون منطق نیست، وقتی که هم میگم اینا رو تحقیق کردم میدونم که تو این وادی میام اینا یه مش آدمای غربتی هم که هر لحظه امکان داره هر غلطی بکنن. من میدونم وقتی که وارد این وادی میشم هر لحظه امکان داره یکی از این غربتی ها منو بکشه. دیگه احمقا پس دیگه تهدید نکنید، چون من دانسته اومدم و لازم دیدم که این کارو بکنم به خاطر اینکه یاران ما جریان ملی به خود بیاید، بدانن اینا کی هستن. تو دعواهاشون چیزایی که خیلی جالب بود،
حالا فارغ از این که اینا منطقی ندارن، انواع و اقسام حرفای رکیک رو به من میزنن که مهم نیست. نکته ای که بسیار باید دقت کنین، حالا میگم فارغ از این که اینها نه زن حالیشون رو دیدید که در مورد زن چجوری صحبت میکنن، چگونه عکس همسر منو دارن پخش میکنن، چگونه برمیگردن میگن دستمون بهت برسه نه تنها خودت، همسر و تمامی کس و کارتو بهش تجاوز میکنیم. و یک جمله ای من تو این چند روز از این تروریست های تجزیه طلب شنیدم که من 33 سال سن دارم و در این 33 سال عمری که گرفتم 2 سالم سرباز بودم، در طول عمرم هیچ وقت چنین جمله ای با این سطح از وقاحت نشنیده بودم که چند تن از این تروریست ها به من گفتن که پس از اینکه به کل خانواده تجاوز کردیم میریم، یعنی شکنجت میدیم تا دقیقا قبر تمامی کس و کارتو از 7 جد قبلتو به ما نشونید و قبر رو باز میکنیم، استخون مرده هاتون رو بیرون میاریم و با استخوان مرده هاتون تجاوز میکنیم. این جمله است که من برای نخستین بار پس از 33 سال عمری که از اهورای ایران گرفتم به گوشم رسید و اینو به من گفتن. ببینید یک انسان تا چه اندازه بایستی غربتی، خطرناک، تروریست باشه که اصلا به ذهنش برسه چنین حرفی رو بزنه، بگه که ما میریم مرده‌هاتون هم استخوناشون رو در میاریم. تو تمامی فرهنگ‌ها حتی در بین داعشیان مرده در نهایت دارایی ارج و قربی است. ببینید اینها تا چه اندازه اصلا انسانیت رو زیر پا گذاشتن. و شما دیدید امروز من پست کردم، شما خانم مریم میرزاخانی، چون من بالاخره یک بانوی بوده درست یا غلط فوت شده، من در مورد خیلی از کسانی که فوت شدن اومدم برنامه ساختم افشاگری کردم، ولی اینکه شما عکس یک فرد رو، یعنی خب من در مورد حبیب که مرد سریع اومدم افشاگری کردم آقا این حبیب خواننده خب این ایرادات داشته، الان تو سر کله نده اینطوری هم بوده، ولی اینکه شما عکس یک مرده رو، اونم کسی مثل خانم مریم میرزاخانی رو ورداری روش زب در بزنی و هیچی از گذشته این خانم ننویسی و ندونی و تنها به جرم اینکه این خانم ایرانی است بنویسی یک پارس کمتر سگ کم، یک پارس سگ کمتر زندگی و جهانی بهتر، این اوریان به صورت نامش نژاد ستیزی است و در هر دادگاهی این محکوم شده است. شما یک نژاد ستیزی اوریان و توسط این بچه قربتی یا یه تروریست میبینید که نام کرد و کردستان هم دارن بهش توهین میکنن و این یک مسئله است بسیار دردناک که ما با چه جانورانی طرف هستیم. من که میدونم با این جانوران چارچوب منطقی وجود نداره بشینیم بحث کنیم. در این چند روز هم اگر من دروغ بهتون نگم تو 72 ساعت گذشته، خب 72 ساعت واقعا 72 ساعته، من نمیدونم چجوری با اینا 150 تا تلفن تقریبا جواب دادم از اینا، واقعا سردر گرفتیم بزنم به تخته این انرژی که اهورا به من میده و در چارچوب منطق اینا نمیتونن صحبت کنن، تماما اینا توهین میکنن و تماما میگم دقیقا من واژه قربتی میارم برای اینا، واقعا این توهین نیست، صفتیست که میخوام پیدا کنم چه صفتی میشه روی این افراد گذاشت. و به جز توهین، تهدید، خشونت کلامی شما در اینا چیزی نمیبینید. و اینکه افتخار میکردن بعضی هاشون که به زنان ایرانی تجاوز میکنن، خب شما خودتون هم ایرانی، بعد میگن نه ما ایرانی نیستیم. مهمترین بخش گفتگو با این افراد که شما رو باید بیدار کنه آنجاییست که اینها خود را ایرانی نمیدانن. خب باید بیدار شید دیگه، اینقدر بعضی های کرد میگن مثلا فلان میگه آی به اینا ستم شده، نه ستم به کسانی شد که کرد بودن و توسط اینا کشته شدن، ستم به مام میهن، به خاک ایران شده که چنین افرادی در منطقه کردستان به دنیا آمدن، نمک خوردن و نمکدان میشکنن. ستم به اینم، به خاک ایران شده، ستم به فرهنگ ایران شده، ستم به مام میهن شده. خیلی باید حواستون جمع باشه عزیزان که این تروریست ها برخوردشون چیست. و من برای نخستین بار
در فعالیت های سیاسی آگاهانه کامنت های خودم رو برای این تروریست ها باز گذاشتم، اینا رو نه پاک کردم نه بلاک کردم، برای اینکه شما عمق رذالت و عمق مبتذل بودن این افراد براتون آشکار شه. و در تمامی ساعت هایی که اینا منو تهدید جانی می کردن که دیدید و شنیدید، در تمامی این ساعت ها به ایرانم سوگند، حتی برای یک لحظه دلم برای خودم نسوخت. در تمامی این لحظات داشتم به فرزندان ایران، سربازان ایران فکر میکردم که چگونه اون لحظه‌ای که اینا دستشون به سربازهای ایران رسیده اینها رو تیکه پاره کردن. داشتم به این فکر میکردم که این افراد وقتی که دستشون به من نمیرسه پای تلفن چنین خشونت کلامی دارن، این چنین منو تهدید میکنن و میگن به من که حتی استخون مرده هاتم باید در بیاریم و به استخون مرده هاتم تجاوز بکنیم. اون لحظه که سربازان ما به دست اینا اسیر میشن، مرزبانان وطن که اصولا 20 ساله هستن دیگه، این تروریست ها با سربازان ما چه میکنن؟ با این فرزندان 20 ساله چه کردن؟ در تمامی ساعت هایی که اینا منو تهدید کردن، من فقط داشتم میگفتم خب حالا اینا که دستشون به من نرسیده، فعلا من که هنوز چهار ستون بدنم سالمه، ولی اون سربازان ما که دستشون به اینا دستشون به سربازان ما رسید، چه اتفاقی برای این سربازان افتاده با این حجم خشونتی که اینا درنشون هست؟ و شما در کامنت ها الان تو اینستاگرام دارم میبینم، در کامنت ها میبینین مشکل اینا با فردی به نام امید دانا نیست. الان یکی از این کامنت ها به نام کرمانشاه توی اینستاگرام شخصیم، یاران دارن میبینن اونه که تو اینستاگرام هم دقیقا از واژه مرگ بر پارس سگ ایرانیه، حالا فوشای رکیک و دشمنیشون با خود ایرانه. پس باید بیدار شیم، یه جا باید بیدار شیم، باید بدانیم چرا اینا ابتدای شورش 57 آخه میگن آقا خلق خلیل هم همشون رو اعدام کرد. باید بپرسیم چه اتفاقاتی تو تاریخ افتاده و ما اینا رو ساختیم، این گره های کور رو باز کردیم، برای همین اینا الان در چارچوب منطق دیگه حرفی برای گفتن ندارن و هیچ وقت هم نداشتن. در طول این 38 سال هم مظلوم نمایی میکردن. من رک بگم تروریست های تجزیه طلبی که به دنبال جدایی کردستان هستن، در چارچوب منطق تمامی لایه هاش شکست خوردن، باختن، تسلیم شدن. تروریست ها در چارچوب منطق نمیتونن با شما صحبت کنن، در چارچوب قلم و در چارچوب رسانه شکست خورده هستن و حرفی دیگه ندارن، تسلیم و خلع سلاح شدن. زیرا به قدری اسناد و مدارک از بلاهت، از بیسوادی و حجم بیشعوری این طرز تفکر وجود داره و ما توانستیم با آگاهی کامل این اسناد را کنار هم بذاریم و منتشر کنیم، اینها در چارچوب منطق دیگه شکست خوردن. بنابراین راهی بهشون حق بدید، راهی ندارن به جز خشونت کلامی در فضای مجازی و اگر دستشون برسه به قتل عام ما، شک نکنید تو این قضیه، دیگه راهی ندارن، قشنگ تسلیمن. آخه اینا اگر انسانهای باسوادی بودن که اصلا نمیرفتن تجزیه طلب تروریست بشن. وقتی که تجزیه طلب تروریست میشن دیگه رسما راهی ندارن، مجبورن اسنادو میذاری، مجبوره بگه عرفان، حالا الان داره یکیشون میگه عرفان قانیفر جاسوسه. آره همه جاسوسن، شماها سواد دارید، مثلا هر کسی که دست اینا رو، حالا خود عرفان قانیفری که الان نوشته این تروریست، حیف نام ایرج، نامش ایرج عزیزیه، حیف نام ایرج عزیزی که نام پارسیه، الان توی این تروریست توی فیسبوک نوشته که عرفان قانیفر هم جاسوسه، در حالی که عرفان قانیفر هم کرده هم سنی مذهبه، هم کرده هم سنی مذهب، و این داره
چون حالا اون اومده حقایق رو گفته در مورد کردستان میشه جاسوس. اینا منطقشون همینه. شما در چارچوب منطقی با یک تروریست تجزیه طلب نمیتوانی صحبت کنی و منم آگاهانه با اینا صحبت کردم و قصدم صحبت با اینا نبود، قصدم بیدار کردن کسانی بود که برخی زمانها فکر میکنن آقا یکی مثل امید دانا تندروه. قصدم بیدار کردن ملتی بود که به خاطر خیانتهای جمهوری اسلامی در ناآگاهی و به خاطر خیانتهای رسانه‌های اپوزیسیون دو برابر در ناآگاهی است. شما میبینید خیلی از این رسانه‌های لس آنجلسی در خیلی از زمانها چون مثل سگ از این تروریست‌ها میترسن، رهبران اینا رو دعوت میکنن. شما میبینید رضا ناپهلوی فرزند ناخلف پادشاه فقید ما با رهبران تروریستی اینا مینشینن و این تروریست ها هم در ظرف سالهای گذشته با هوچیگری، با تهدید، با اعمال خشونت کلامی تمامی کسانی که خواستن اینا رو افشا کنن از درون خود مردم کردستان رو سرکوب کردن. نمونم یکی دو مورد که نداریم، نمونه های فراوان داریم که اینا رفتن در سنندج، در کردستان، مهاباد، پیرانشهر، روستاهای مختلف مثل هشمیز، کردهایی که یعنی مردم کردستان که برای تمامیت ارضی ایران حرفی زدن و ترور کردن، یکی دو مورد که نبوده و با این خشونت کلامی تا حالا کارشون رو جلو بردن. خب زی خیال باطل، یه دفعه یکی هم مثل امید دانا پیدا میشه که بگه نه این حرفا نیست، کوچکتر از اینید که مرا زیر رو کنید، حتی هر آنچه که دارید رو کنید. میاد اینو بهتون میگه، میاد میگه که دیگه هر چقدر تهدید کنید جلوتون وای میستم، هر غلطی میخواید بکنید بکنید، ما را از چی میترسونید واقعا؟ و اگه تا به امروز چهار نفر مثل من جلو اینا محکم وایستده بودن، اینها نمیتوانستن این فضای مظلوم نمایی رو برای خودشون درگیرن. تروریست تجزیه طلب مظلوم نیست. تروریست تجزیه طلب رو الان شما تو کامنتاتون دارید میبینید، تو تلفنایی که تو این چند روز به من داشتن رو شنیدید، تهدید، خشونت کلامی، با وقاحت توهین‌های رکیک و جنسی و با افتخار تجاوز به همسر من. با افتخار میگن ما به همسر تجاوز میکنیم. و جالبه، من نمیدونم اینا چرا از دست من ناراحتن، من در برنامه ها با ارائه اسناد گفتم آقا این تروریست های کرد نما اینها به زنان کردستان هم تجاوز کردن. طبق اسناد دخترکان 15-16 ساله ای که فریب میخورن میرن در حزب کومولو و دموکرات توسط فرماندهان خودشون بهشون تجاوز شده. خب من اینا رو گفتم و جالبه اینا میگن دروغ میگی پارس سگ فلان، به من اینو میگن. خب اوکی من دروغ میگم، بعد میگن دروغ میگی تو ناراحتی از دست ما، حالا اینا خودشون رو نماینده مردم کردستان میدونن که غلطه، تو ناراحتی از دست ما کردها که من معنیش میکنم ما تجزیه طلبان کرد نما، بابت این که یه کردی در استکهلم پیدا شده به زن تجاوز کرده. یعنی رسما حرف منو تو برنامه هم داره تایید میکنه. من یکیشون نوشته بود فردا پست میکنم ببینید که من افتخار میکنم یه کرد به همسر امید دانا تجاوز کرده. خب از تروریستید و تجاوز میکنید، متجاوزید، شما ناموس سرتون نمیشه، انسانیت ندارید. خب منم همینا رو گفتم تو برنامه هم. دست تک تکتون هم میبوسم که این حرف رو میزنید. خب بس رسما دارید میگید چی فکر میکنید. خب من هم همین، چون ناراحتید از دست من، من هم گفتم آقا شما اگه پاش برسه بله به همسر ما تجاوز خواهید کرد، شما اگه پاش برسه خیلی کارا خواهید کرد، ما هم همینو گفتیم. شما هم خودتون دارید تایید میکنید، همین الان تو کامنت ها عزیزان میتونن ببینن این تروریست ها دارن چه کامنت هایی میدن. اگه شما از این تروریست جماعت یک مورد پیدا کردید که حرف منطق بزنه، و یکی از این تروریست هاشون که حامی جریان تروریستی است و بند خدا از لحاظ روحی روانی هم مشکلات عدیده ای داره به نام این آقای احسان فتاحی در آلمان، دیدم این نشسته لایف داره علی ما. خب انقدر حرفای کمدی و خنده‌دار و تناقض و اینا رو داشت، میگه امیدانه اطلاعاتی زیرا من با ماموران اطلاعات صحبت کردم و نامشونم نمیتونم بیارم به خاطر اینکه دوست ندارم نام این مامور اطلاعات رو بیارم. امید دانا اطلاعاتی، خب مردک تو خودت داری رسما میگی که
ارتباط داری با وزارت اطلاعات، بچه هم مرامی داری برای ماموران اطلاعات که نامشون نمیاد. خب من که میدونم تو از اساس شما حامیان جریان تروریستی، چون باورتون بر پایه دروغ است داری دروغ میگی. این یک، چون خاک بر سر مامور اطلاعاتی که اصلا با تو هم کلام بشه، این یه مورد. من در عرض کمتر از 24 ساعت گفتم ببینیم این آقا کی هست و دیدم که این آدم بنده خدا مشکلات روانی داره. در ایران که بوده زنگ زده به یکی از گروه های حقوق بشری در آلمان و گفته که بازجوی من بر دهان من معذرت میخوام مدفوع کرد و اینا. بعد دیگه گروه های حقوق بشری فهمیده بودن این خالی میبنده، اینا نیورده بودن آلمان. حالا این چجوری رسید به آلمان من دیگه خبر ندارم. ما دو تا شماره موبایل از ایشون پیدا کردیم و یک شماره تلفن در مسجدی که ایشون الان تو فرانکفورت، در مسجدی به نام مسجد انصار در فرانکفورت داره زندگی میکنه. کاری هم نداریم. شدیداً خرمذهبی سنیه. شدید. آقا من به این تلفن زدم، به تتپتو افتاد و تلفن رو قطع کرد و چند بار زنگ زدم گفتم بلبل زبونی میکردی صحبت کن. و با این فرد یک ساعتی صحبت کردم، میخواستم صداش هم پخش کنم. و راستش یک ساعتی که با این صحبت کردم، این بنده خدا نه تنها، خب تمام تجزیه طلبای یه مش آدمای غربتی بی سوادن، این بنده خدا نه تنها غربتی بی سواده، بلکه بنده خدا مشکل روحی روانی داره. دلم سوخت و صداشو منتشر نکردم. البته ایشون رفتش، اونم ضبط کرده بود برای دعواری که تلفن منو جواب نداده بود، یه دستگاهی پیدا کرده بود، حالا صدای ما هم نصف و نیمه ضبط کرد و مشکل نداره پخشش کرد. من دلم سوخته واقعا پخش نمی‌کنم، می‌خواستم ازش شکایتم بکنم، اون تا دیدم خل دیگه چیکار، حالا انسانیت هم داره. و مشکل جالبی که بودش این بود، حالا این بنده خدا که دیوانه معلومه، تو حرفاش هم که خب مشخص بود داره چجوری صحبت میکنه، حتی بلد نبود جلوی دوربین بشینه، اینا کاری ندارم. داد و بیداداشون، شلوغ بازیاشون، حرکات زنندهشون، اینا رو کاری ندارم. چقدر برخی از این دشمنای ما بدبختن که میرفتن به همچین آدمی لایک میدادن. این خیلی جالبه که من خوشحالم فعالیت های ما به جایی رسیده که دشمنان ما هر جا میبینن یکی علیه من حرف میزنه میرن لایک میدن. و دیدم که این حامیان واقعا شیرین عقل این ناپهلوی هم رفتن اونجا لایک دادن، در حالی که به کسی لایک میدن که اگه بهش بگی تو ایرانی هستی در نهایت میگه من کردم، من ایرانی نیستم. و میگم تو مال کدوم کشوری؟ میگه کردستان. آخه منم تو کل تاریخمون ما کی و چه زمانی در تاریخ کشوری به نام کردستان داشتیم؟ به هر حال پاسخ این تجزیه طلبان پس فطرت رو خود مردم کردستان بارها دادن. یک حقیقتی رو بذارید بهتون بگم، در 100 سال گذشته که این جریانات تروریستی با سیمیتقو آغاز کردن و با قاضی محمد خائن نوکر شوروی ادامه دادن و تقریبا کارشان با قاسملوی وطن فروش به پایان رسید و الان هم پایان یافته هستن و حالا از بعد روزگار و مسائل رسانه‌ای یه سر از تخم تازگی ها در آوردن، در تمام این 100 سال گزافه است اگر کسی بگه کل مردم کردستان با این تروریستا بودن و هر بار حکومت مرکزی تونسته اینا رو سرکوب کنه. زیرا زمانی که رضا شاه بلند شد بره این سیمیتقو رو سرکوب کنه، یا ابرپادشاه ما محمد رضا شاه پهلوی رفت قاضی محمد خائن رو سرکوب کنه، و یا در سال 59 صیاد شیرازی یا قبل از اون چمران در برابر اینا ایستادگی کرد، گزافت بگیم اینا با اینکه تمام منطقه رو نمیشناختن رفتن و موفق شدن و هیچ کردی به اینا کمک نکرد، اینا رو بهتون نمیگن. در حالی که چه در زمان سیمیتوش، چه در زمان قاضی محمد و چه در سال 59 این مردم کردستان بودن که در برابر تروریستا مبارزه کردن و راهو به ارتشیان ایران نشان میدادن و خود سربازان ارتش ایران می شدن. و من شوربختانه آماری از کشته شدگان میهن پرست کردمون رو در جنگ با آقای سیمیتقو و
قاضی محمد ندارم، اما 5500 کشته رو ما آمار داریم در جنگ 24 روزه سنندج و تا بعد از اون که ترورایی که اینا علیه مردم کردستان انجام دادن. بنابراین یاران ما یک نکته خیلی براشون باید مهم باشه، این که یک مسئله که از همه مهمتره، هر چقدر اینا فوش خوار مادر میدن و توهین میکنن به ایرانی بودن، حواستون جمع باشه به کردا توهین نکنید. یه وقتی کردا اصل ایرانی هن. تحت تأثیر این تروریست های تجزیه طلب قرار نگیری، اینا کرد نیستن، اینا مزدورن، اینا از اینا 100 سال مزدورن، بحث یکی دو روز نیست. با یکیشون داشتم صحبت میکردم همین دیروز، میگه آره پدر بزرگم علی رضا شاه بود، منم علی اینا. گفتم که شما بس اصلا کلا خائن بود، خانوادگی شما خائنی، مزدوری تو خانواده هاتون اصلا نهادینه است، نون مزدوری خوردید. و حالا هر چقدر اسنادش در میاد، روابط اینا با موساد اسرائیل و خیلی مسائل هم در میاد دیگه. ولی شما باید حواستون یاران میهن پرست ما باشه. یکی، هر چقدر اینا توهین کردن به ایران، حواستون باشه یه وقتی توهین به کردستان نکنید. توهین به کردهای با شرف، اون مردم کردستان توسط اینا کشتشن. اینا کردهایی هستن، کردنماهایی هستن که به کشورهای اروپایی اومدن، دارن مثل سگ زوزه میکشن و واق واق میکنن، مثل سگ ولگرد. و یعنی الان شما تلفن رو بردارید، اینی که دارم بهتون میگم آگاهی کامل دارم، زنگ بزنید سقز، زنگ بزنید سنندج، زنگ بزنید پیرانشهر، با مردم کردستان صحبت کنید، ببینید اونا چی میگن. اصلا این جریانات تروریستی رو آدم حساب نمیکنن. و مردم کردستان بارها میگن 5500 کشته، عزیزان مسئله شوخی برداری نیست که در برابر این تروریست ها کشته شدن. بنابراین حواستون باشه در برابر توهین اینا به کل ملت ایران، به مردم کردستان از روی احساسات نباید توهین بشه. مردم کردستان از همه ما ایرانی ترن. درگیری ما با این موضوعهای تجزیه طلبه و اتفاقا درگیری مردم کردستان هم با اینا، چون اینا بیشترین آسیب رو به خود مردم کردستان زدن. این یک مورد. دوم عزیزان، مسئله که خیلی مهمه نوع بیان و کلام ماست. هر چقدر اینا فوش خوار مادر میدن، ببینید چقدر چندش آوره مشمئز کننده است. و زیبایی کار ما اینه که ما هیچ وقت نمیتونیم با ادبیات اینا، من یکیشون امروز زنگ زده بود، همین که گفت من در توی وستروس سوئد هستم، 40 دقیقه با فاصله دارم میام، حالا زبانت را میبرم. این با من وقتی که زنگ زده صحبت کرد جالب بود، ای توهین میکرد به همسر من، میگفتش که من میام استوکن به همسر تجاوز میکنم. گفتم تو هر چقدر توهین میکنی، آخه این رفت و کیبوردم یه چیزی آشغالی، گفتم تو هر چقدر به من توهین کردی به همسرم، یک بار شد من به همسر و مادر تو توهین کنم؟ مگه من نمیتونم یک بار شد من این کارو بکنم؟ ولی اینها این کارو میکنن. بنابراین عزیزان ما باید فرهنگ آریایی و فرهنگ ایرانی خودمون رو حفظ کنیم و به هیچ عنوان سطح کلاممون در حد اینا تزلزل پیدا نکنه، در سطح اینا پایین نیاد. ما ایرانی هستیم و یک چارچوب خاص گفتاری داریم و نمیتوانیم به مانند اینا سخیف و زننده گفتگو کنیم. این یک مسئله بود که مهم بود. و در نهایت بحث این حملات تروریستا رو میخوام با یک یادآوری به این تروریستا ببندم و برم سر بخش کولبرها. در صد چون اینا خیلی زنگ زدن به من، آی بچه سوسول فلان، و یک لحظه با خود فکر بکنن. من از سپاسگزاری کنم از تمام یارانی که کامنت گذاشتن و امروزم به سعدیز نادر بختیاری ویدیوی رو داد، ولی انصاف داشته باشید، من در روشنایی و یک تن، حالا به قول شما بینی من بگیرید نفسم برمیاد، در برابر شما دارم مبارزه میکنم و شما بزنم به تخته، تعدادتونم که بالاخره تجزیه طلب جماعت هم به هر حال شما شوربختانه تعدادتون در کردستان زیاد بوده که تا به امروز یکی از دلایل فقری که در کردستان هست ناامنی ایناست. میخواستم یک مسئله رو من به اینا یادآوری کنم. عقاب دو تا تخم میذاره، دقت کنید عزیزان، از این دو تا تخم عقاب یکیش جوجه میشه، ولی اون جوجه میشه جوجه عقاب.
افرادی مثل من تعدادشون کمه چون حکم اون عقابو داریم، و افرادی مثل شما در این اروپا تعدادتون زیاده چون مگس 1 میلیون تخم میذاره، ولی از 1 میلیون تخمش 2 میلیون بچه مگس به دنیا میاد. مشخصه که یک عقاب دوربرش همیشه مگس های زیادی میان تا از پر این بخوان تغذیه کنن و یا از فضولات این عقاب نوش جان کنن. شماها تو این چند روز مثل مگس ها به من عقاب حمله بر شدید. من اینو بهتون بگم، خود انصاف بدید، یک تنه جلوتون وایستادم و افتخار شما چی بود؟ میایین سرتو میبریم. برای چی؟ چون من برنامه ساختم و قلم من و برنامه من سلاح همه. کسی که علیه شما سلاح نگرفته به این راحتی در اروپا میخواید بکشیدش. مگس های وحشی، بر من مباد که تهدیداتون حتی یک لحظه دلم رو خالی کنه، حتی یک لحظه. خب این بحث رو ببندم، میخواستم که کاملا براتون یه خورده باز بشه. خب سپاسگزارم از همه دوستان. در مورد کوله برها میخواستم صحبتی داشته باشم. یادتون باشه هر زمان بی بی سی برای اولین بار با دوربین های حرفه‌ای از یک مسئله پرده برداری کرد، بدانید یک داستان نیست. مثلا یک چیزی هم من بگم، فقط این بابت این تهدیداشون، من یه چند تا پروژه دیگه داشتم که ربطی به مسائل این تروریستای تجزیه طلب کرد نداشت و همه این پروژه هامو گذاشتم کنار، چون تهدید زیاد کردید منو جری کردید دیگه، من یه همچین آدمیم، مجبور شدم پروژه های دیگه هم بزنم کنار. یه 2-3 تا برنامه دیگه در باب شما تجزیه طلبا دارم، اون وقت دوباره جریز ریلیزاتون تازه اون موقع در میاد. اوکی منو تهدید نکنید، من نام هم امید داناست. در برابر تا الان خیلی از بوتا رو شکستم و تا الان خیلی از تابوها رو شکستم. یک مش مگس تجزیه طلب تروریست که نمیتونن منو تهدید کنن. و اینم بگم اگه پاش برسه یک روز کاری به دادگاهی چیزی، در هر دادگاهی اینو عزیزان آگاه باشید، به هر گروهی، اصلا ایرانو بذارید کنار، این تروریستای کردنمارم بذارید کنار، این دوتا معقوله جدا، در هر دادگاهی نام گروه های شبه نظامی، عشان دارم هیچی میکنم طبق قوانین بین المللی، نام گروه های شبه نظامی که اسلحه برداشتن، ببخشید، که اسلحه برداشتن و بر علیه حکومت مرکزی به منظور تجزیه بخشی از کشور مبارزه میکنن و منطقه را ناامن میکنن، بیرو در بایستی نام این گروه ها تروریست است. و من آگاهانه به حزب کموله، به حزب دموکرات، بابت اینکه اسلحه برشن و گروه شبه نظامی را انداختن و با حکومت مرکزی می جنگن، به منظور چی؟ جنگشون برای آزادی نیستش که، جنگشون بابت اینه که یک تیکه از خاک ایران را جدا کنن، کشور کنن. آگاهانه طبق قوانین بین المللی به اینا تروریست گفتم، تموم شده رفت. بنابراین در هر دادگاه این ما هستیم که از دولت‌های اروپایی می‌پرسیم چگونه به اعضای این احزاب و سمپات‌های این احزاب شما اقامت دائم دادید، اینا تروریستن. 2 به علاوه 2 میشه 4. شما به مشت تروریست اقامت دارید، تازه در قالب فعالیت حقوق بشری هم بعضیاشون فعال هم از این گروه های تروریستی دارن حمایت میکنن. عزیزان ضعف در دوتا چیزه، نبود اپوزیسیون ملیگرا و نبود حکومت ملی. مگر اگه این جمهوری اسلامی یه داره عقلش برسه 4 تا حقوقدان استخدام میکنه، پوزش میخوام از یاران، چوب تو آستین اینا میکنه،
شما گروه شبه نظامی را انداختی، من گفتم اصلا ایران رو بذاریم کنار، این احزاب تروریستی هم بذاریم کنار، این قوانین بین المللیه. درست کردن گروه شبه نظامی به منظور تجزیه خاک کشور و مبارزه با حکومت مرکزی نامش تروریسته. ایزان اصلا بذاریم ایران رو، مثلا ایران اینا رو ولش کن، اصلا یه همچین گروهی در باب عربستان باشه، نام این گروه تروریستی است. اینو بین قوانین بین المللی میگه. حالا اینجا ما دولت های اروپایی سوال دارم، چجوری به این تروریست ها شما اقامت دادید؟ چون دیدم یک سری از این مگس ها که خانواده هاشون 1 میلیون تخم گذاشتن، اینا 2 میلیون به دنیا آمدن، میخوان امضا جمع کنن علیه اون یه دونه جوجه عقابی که بزرگ شده که ما باشیم و منو به دادگاه بکشونن. دقیقا من اصلا خوشحال میشم یک روز دادگاهی برگزار شه و ما بپرسیم طبق قوانین بین المللی چگونه به سمپاتا و اعضای گروه های شبه نظامی بر علیه تجزیه خاک یک کشوری شما اقامت دادید. این خیلی برای من جالبه. من یک مسئله رو به یاران بگم که خب اینو دیگه ما میتونیم جمعش کنیم و با اجازتون اینو من جمعش کردم. آره اینم بندازم اونجا. یک نکته ای رو من بگم به این تروریست های تحییدی تنجا، چون این چند روز اینا حالا خیلی مردونگی و اینا رو تو کشتن و قتل و غارت و زن و بی ارزش دونستن و اینا میدونن و خیلی به من گفتن آی بچه سوسول، آی فلان، آی شما ها از سربازی فرار میکنی، نمیتونی در برابر ما وایسید، ما سر میبریم فلان. پیامی برای این تروریست ها داشتم که من همیشه از تاریخ درس میگیرم، ولی نمیدونم شما بچه قربتی ها چرا تاریخ درس نمیگیرید. در 100 سال گذشته گنده گندتون، یعنی پدر معنویتون آقای سیمیتقو خیلی از این حرف ها بلبل زبونش هی میومد، با دوستاشون میومدن روسته های کردستان رو غارت میکردن، مردم کردستان رو میکشتن اینا، و اون زمان هم به حکومت مرکزی میگفتن سوسولن اینا، اینا که بابا بچه سوسولن و فلان و اینا. یک دفعه رضاشاهی پیدا شد، بلند شد اومد تو کردستان، مثل موش این سیمیتقو رو گرفت نشون پای میز مذاکره، بعد گفتن که با یک تروریست نمیشینم مذاکره کنم، مثل سگ کشتش. و آقای قاضی محمدتونم با برادران شیرش کردن، گفتن آره ارتش سرخ پشتمونه. ببینید چقدر آدم باید پست باشه. ارتش سرخ به ایران حمله کرده با متفقین بعد از جنگ جهانی دوم، و به جای اینکه همه دست به دست هم بدن ارتش دشمن رو از ایران بیرون کنن، این پس فطرت های تجزیه طلب رفتن دستمال کشی برای ارتش آقای استالین، گفتن حالا که شما اومدید به ایران به ما کمک کنین، ما هم کردستان رو جدا کنیم. اوکی، یه 10 ماهی هم این قاضی محمد با لباس ارتش سرخ از این غلطا کرد. یعنی حتی الان چون اینجا میبینم تروریستای تجزیه طلب زیادن، گوش کنن، حتی برای لباس کردی ارزش قائل نشد، لباس ارتش سرخ رو پوشید. اون موقع هم گفتن آره اینا 10 ماهی جدا کردن، با پیشوری هم متحد شدن، اتحاد شغال ها و کفتار ها، گفتن آره با هم متحد میشیم اگه نیروهای مرکز بمونه. اینا بچه سوسول هن، یه مش اینا بچه تهران و فلان و اینا، اینا بچه سوسول هن و نمیتونن هیچ کاری بکنن، و اگر اومدن جلوشون وای میستیم، نمیذاریم که کردستان و آذربایجان رو مثلا پس بگیرن، و ما اینا رو دیگه داریم به مستقر شدیم و اینا. ولی تاریخ نشون داد که وقتی که ارتش شاهنشاهی که این حضرات سوسول میدونستن اومدن اونجا، پیشوریتون که دومشو گذاشت رو کولش فرار کرد و رفت، ولی قاضی محمدتون چنان مثل سگ ترسید. خیلی جالبه تو میام عزیزم، این خیلی جالبه، چون الان قاضی محمد برای این تروریستای تجزیه طلب نماده. قاضی محمدتون انقدر ترسید حتی میمانند شما مرد مرد میکنید، چون برای من تو فرهنگ من مرد بودن ارزشی نداره، چون زن هم برابر با مرد تو فرهنگ زرتشتی من، و من تو فرهنگم میگیم جوان مرد و جوان زن، برای همین رو مردانگی که شما انقدر میبالید من نمیبالم، چون و با زن و مرد نداره دیدگاه ما، ولی شما خیلی مرد مرد میکنید. حتی قاضی محمدتون انقدر مرد نبود که مردانه وایسه و کشتشه برای عقیدش. خیلی جالبه دارم بهتون اینو میگم، قاضی محمدتون حتی انقدر مرد نبود بیستد به جنگل و کشته شود.
مثل سگ ترسید زوزه کشان زمانی که ارتش شاهنشاهی داشت میرسید به کردستان و مهاباد، قاضی محمدتون چهار دست و پا را افتاد، اومد سمت ارتش ایران، تسلیم شد و برادران بودم داداشام این کارا رو کردم، همین قاضی محمدتون، و این خیانت بزرگ به ملت ایرانو قاضی محمد انداخت گردن دوتا داداشاش به هوای اینکه اعدام نشه. ولی زی خیال باطل، عاقبت خیانت به خاک کشور همانی بود که سرنوشت قاضی محمدتون شد. قاضی محمد نجنگید، قاضی محمد چهار دست پا در ترس خود مردم کردستان، چون دید که در آذربایجان یک روز قبلش که ارتش شاهنشاهی رفت، مردم آذربایجان فرقه دموکرات، رهبران فرقه دموکرات رو تحویل دادن که این مردی که پیشه بری تونست فرار کنه، که البته عاقبت اونم دیدیم چی شد، جعفر باقرف در باکو مثل سگ کشتش. حالا ولی قاضی محمدی که شما عکسشو گذاشتی تو پروفایلتون میگید قاضی قاضی، نجنگید در برابر ارتش شاهنشاهی، از ترسش خیس کرد تو همون شلوار کردیش و چهار دست پا اومد خودش رو تحویل ارتش شاهنشاهی داد و عاقبتش هم دیدیم. اینجا هر وقت صحبت قاضی محمد میشه یادی بکنیم از پسر بزرگوار ایشون، چون پسرش، پدر میتونه خائن باشه، پدر میتونه به ملت ایران خیانت کرده باشه، ولی اینم بگم آتیش بگیره شما تجزیه طلبا، میگم دیگه از دست این زبان من شما میخواید چیکار کنید؟ به قول این تروریستی که امروز به من زنگ زد، این زبان من درازه بعد کوتاشه، ولی زی خیال باطل شما سگ کی باشید که زبان من رو کوتاه کنید؟ پسر این قاضی محمدتون اومد با ساواک ایران همکاری کرد، درود به شرف پسرش، پسر قاضی محمد اومد با سازمان امنیت شاهنشاهی ایران ساواک همکاری کرد تا مابقی تروریست های تجزیه طلب در خطه کردستان به دست قانون بیافتن، درود به شرف پسر قاضی محمد، و ننگ بر پدری که حتی ترسید به جنگه چهار دست پا اومد. و شماهایی که به ما بچه سسول میگید تاریخ و درس نمیگیرید دیگه، من نمیدونم کی از تاریخ میخواد یاد بگیرید، تاریخ مشخصه، قضاوتش هم مشخصه، شما سکهای کثیف تجزیه طلب، مگسهایی که ویز ویزتون بعضی وقتا خیلی صداش بلند میشه، تا دیدید که شورش 57 اتفاق افتاد همراهی کردید با خمینی و در اون شورش 57 شرکت کردید، تمام رهبراتون از جمله اون قاسملو تروریست، و گفتید حالا خر تو خره، حالا ارتش شاهنشاهی وجود نداره، فعلا هر کسی داره برای قدرت تو سر خودش میزنه تو مرکز، ما حالا بیاییم یک تیکه از این خاک اهورایی رو جدا کنیم. ولی فکر نمی کردی تاریخ ایران اینجوریه دیگه، شاید سیاد شیرازی و چمران برای رفتن شاه خیانت کردن، که ولو به اینکه خیانت کردن، ولی تاریخ ایران اینه، اون حس آریایی یک زمان میتونه در وجود فردی مثل صیاد شیرازی که خیانت کرد به شاه و چمرانی که باورهای کاملا اسلامی داشت و خیانت کرده بود به ایران، اون حس اهورایی بره تو وجودش. فکر نمی کردی؟ نه، گفتید اینا بچه سسولن، ما هم که دیگه الان کمک ها شده از اسرائیل و قاسملو رو داریم و فلان و کمولو، جدا میشیم. یک سال خاک ایران رو جدا کردید، ولی فکر نمی کردید که چمران ها و صیاد شیرازی ها حس آریایی تو وجودشون بره، و فکر نمی کردید که مردم کردستان در برابرتون در اون یک سال خوردهی بیستن، و به ویژه در جنگ 24 روزه بیش از 10,000 تا از شما تروریستا رو به سزای اعمالتون برسونن. بهتون بگم شما در 22 اردیبهشت، شما پیشمرگه های تروریست، در 22 اردیبهشت 1359 چه کردید؟ وقتی که ارتش ایران رو دیدید که پشت صیاد شیرازی داره سمتتون میاد، به همراه پیشمرگه های کرد مسلمان، هرچند از این نام مسلمان بدم میاد،
ولی اون زمان که دیدی پیشمرگه های کرد مسلمان به همراه ارتش ایران که در تیغ این حملات بود، که آقا در زمانی که مجاهدین بیشرافت به همراه این یارو روحانی که الان رئیس جمهور ایرانه فریاد زدن ارتش ایران باید منحل شود، تو اون شرایط همین بچه سوسولهی که داری میگی، چون سیاد شیرازی بچه مشهده، شما کلن هر کسی که غیر از خود شما تجزیه طلب باشه سوسول مینامید، فکر میکردید بچه سوسوله و تو شرایطی که میگن ارتش باید منحل شه، در 22 اردیبهشت 52 59 وقتی که دیدید ارتش ایران به همراه سیاد شیرازی و پیشمرگای کرد مسلمان که از سر تا سر کردستان، سنندج بگیر تا عشایر منگور، تا پیرانشهر، تا مهاباد، تا سقز دور هم جمع شدن و به طرفتون میان تا سنندج ازتون پس بگیرن، شما در 22 اردیبهشت شما گردن کلفته و پیشمرگه ها، آی ما گردنمون کلفته، آی ما مردی مردونگی هم فقط تو آلت تناسلی میبینید و مغزتون هم همونجاست، دومتان را حتی مرد نبودید بجنگید، دومتان را رو کولهایتان گذاشتید و فرار را برقرار ترجیح دادید. شما ما را تهدید میکنی وقتی که میگم من از تبار سرهای برنیزه رفتم، تو تروریست تجزیه طلب نترسان مرا ده سر بریده دگر، همینه. ما از همچین نسلی هستیم. حالا شما بشینید صد تا برای من حمله کنید، پیام بدید بگیر آی سوسول گفتم مباد که یک لحظه از تهدیدهای شما پا پس بکشم و مردانگی که شما ازش دم میزنید و برای من هم چیز جذابی نیست، چون میگم برای من مردانگی زنانگی در فرهنگم فرقی با هم نداره، من در جایی دارم اینو بهتون میگم که مرکزتونه، تو استکهلم، تو استکهلم نشستم دارم بهتون میگم، و خوشا لحظه ای که تیغ شما بخواد ما رو زخم میکنه، اون لحظه است که تازه میفهمیم کارامون چقدر بیشتر از این حرفا نتیجه داره. همین که این زبان من کل دم و دستگاه شماها را برهم ریخته نشان میده چقدر ضعیفی. تو تاریخ داشتین، هم سیمیتقوتون به غلط کردن افتاد، هم قاضی محمدتون چهار دست و پا به سمت ارتش اومد و هم قاسملوتون فرار کرد و همراه تروریستای دیگر. آری دیگه اینقدر تهدید نکنیم. خب ما یه سری اپورسشان هم تلاش میکنیم پاسخ بدیم. این اینستاگرام همون هم خب بیم با من دو دست و دیست کار عراقی بخدا اصلا اینا میگم سرطان برای ما دقیقا با من هم دوستا دقیقا با بچه ها. خب پرسشان هم یه سری میخونیم و جلسه رو به پایان میره. علی میگه از موقعی که یه سرمایه رسید بذار از اینجا بخونم پرسشا رو که راحت تره تو فیسبوک، چون اونجا کوچیکه ببینم، اینجا ببینم. خب این آقای گردن کلوف پیشمرگه پوریا تو که شهامت داری عکس تو بذاری دیگه. و یک نکته ای که من در این بچه قربتی های تروریست دیدم و خیلی جالبه، اینا یک کامنت رو 10 بار 10 بار پست میکنن، یعنی همیان هردنامه میذارن. من یک چه برای اینقدر بیسوادن، چون من میگم بلاکمو نکن. من اتفاقا در این 3 روز برعکس روند کاریم که انسانهای بیشعور را بلاک میکنن و نمیذارن کامنت بذارن، چون داریم یک کاری رو میکنیم فکری، ولی چون لازم دیدم که ملت ایران به ویژه مردم شریف کردستان با دیدگاه های ضد انسانی این تروریست های تجزیه طلب بیشتر آشناشن، هیچ کدوم از اینا رو بلاک نکردم، گذاشتم که اینا کامنت بذارن. و اینا اینقدر بیشعورن وقتی کامنت میذارن، چون یه دونه که نمیذارن، اینا اصلا میان یه دفعه طرف 40 تا 50 تا کامنت یه شکل رو هی پست میکنه، هی میاد کامنت میکنه و اینقدر نمیفهمه که بابا فیسبوک خب شما رو میبنده به عنوان هرزنامه، اسپم شما رو محدود میکنه، کامنتاتو دیگه نمایش نمیده. بعد مرده که بیشور میگه دیدی امید دانه ترسیدی ما رو بلاک کردی، قربونه قربتی برم. آخه بچه قربتی، تو وقتی که
حتی تا این حد از فضای مجازی آگاهی نداری، من مقصر چی هستم؟ تقصیر من چیه؟ تا این حد نمیدونی که آقا خب وقتی زیاد کامنت بذاری فیسبوک تو رو میبنده. شیرین عقلی میدونی، ذهناتون کوچیکه. یکی دیگرشون دیروز میگفت به من زنگ بزن فلان کن. گفتم خب بابا من پیام فرستادم برات توی مسیجه، چون شما وقتی تو مسیج فیسبوک بعد یکی بتونه بهتون زنگ بزنه، دو طرف بر حداقل یک بار به هم پیام رد و بدل کردن. گفتم من بهت مسیج دادم. مسیج کجاست؟ مسیج تو هنوز نمیتونی مسیج فیسبوک تو باز کنی. تو میخوای برای من کشور اداره کنی، کشورک کردستان را بندازی؟ تو برو اول یاد بگی شهامت داشته باش که یه خورده حداقل شعور فضای مجازی رو پیدا کن. آقای پوریایی که میگی پیجی کشورک کردستان، تو اول شهامت داشته باش یه عکس بذار رو پروفایلت بعد زبون درازی کن. خب عزیزان، دم همگی گرم. فکر میکنم به اندازه کافی در مورد همه مسائل گفتگو کردیم. پرسشی هم نمیبینم. به هر حال کاری که امروز ما باید بکنیم، کیومرث یک جمله خیلی مهمی رو گفت. گفت کشور ما به مانند اینه که ما خونه رو یکی اومده گرفته اجاره کرده، حالا ما بخوایم خونمون رو پس بگیریم آر پی چی بزنیم خونمون، خب بابا خونمون هم از بین میره و این یک کار غیر منطقی است. امروز هم داستان کشور ما همینه و برام جالب بود که مهدی فلاحتی دیشب برنامه‌ای داشت و یک مهمانی رو دعوت کرد، حتی مهمانش مصدقی بود و در مورد تاریخ یک سری دروغ‌ها گفت. ولی برام جالب بود در ارتباط با خیلی از مسائل حرفای منو میزد که دارم بیان میکنم که آقا کار فرهنگی باید باشه، آگاهی باید باشه و اینجور مسائل. امروز تنها راه نجات کشورمون آگاهی ملی است و در کنار آگاهی ملی ما باید به این حکومت احمق راه یاد بدیم. به این حکومت بگیم که آقا جان، چون من سر همین داستان رامین حسین پناهی که ورود کردم برای همین بود، چون دیدم یکی از اون تروریستای تجزیه طلبه و گروه های حقوق بشری مکمل این تروریست ها هستن تو این اروپا، فشار میارن تا این تروریست ها آزاد شن. برادر این تروریست هم قبلا آزاد شده بود. من اومدم سری برنامه ساختم و به جمهوری اسلامی گفتم آقا جان تو باید کجا کوتا بیای؟ تو باید زندانی پانیرانیست مثل ابوالفضل آبدینی رو بهش 12 سال زندان ندی آزادش کنی. سر زندانیان ملیگرا کوتا بیا. برای چی ما زندانی سیاسی ملی باید داشته باشیم؟ جرم یک زندانی ملیگرا چیست؟ فریاد داره گفته من عاشق وطنم. این که جرم نیست، اینو باید آزادش کنی. ولی سر زندانیان تروریست احزاب کردی کوتا نیا. نه ترس از این گروه های حقوق بشری اینجوری میکنن. کوتاه نیا، اینا گروه حقوق بشری نیستن، اینا مکمل نابودی ایران هن. حرف من این بود. این حرف من ببینید تا کجای این تروریست های تجزیه طلب سوزونده. یعنی خودشونو دارن دیگه میبینید دیگه پاره پوره میکنن. به هر حال دم همگی گرم. سپاسگزارم از تمام عزیزانی که در فضای مجازی نگران من هستن و پیام‌های زیادی داشتم. نگران نباشید، به هر حال مبارزه یعنی همین دیگه، شما تو راستای مبارزه. و اتفاقا نگران نباشید یک روزی اینا بلایی سر من بیارن. اتفاقا واقعا اینو جدی میگم، به جان مادرم، زیباترین لحظه زندگی اون لحظه است که آدم در مبارزه. یه وقتی مثلا شما دارید مبارزه میکنی، تصادف میکنی، میمیری، چه میدونم مریض میشی، میمیری، زیباترین مرگ برای یک مبارز، برای کشورش، اینه که توسط دشمنان وجودی ایران کشته بشه. و اون مرد باور کنید خیلی لذت داره، چون بالاخره همه ما یه روزی قراره بمیریم و مرد یعنی مثلا حوصله اینو ندارم که تو بیمارستان و تو مریضی و چه میدونم مریض بشم، یه سرطانی بگیرم، این موهای پرپشتم بریزه، اصلا نمیتونم خودم کچل تصور کنم. یه مرگ با مریضی اینا اصلا ارزش نداره، یعنی اونجا برای من دل بسوزونید. ولی این که اگه یک روزی توسط یکی از این تروریستای تجزیه طلب بمیشم، مدل حزب کمول و دموکراتش کشته بشم، اون موقع برای من خوشحال باشید، چون زیباترین مرگ به نظر من. همه ما یه روزی میبینیم، چه خوشا که واقعا مرگ مرگی باشه که بعد یاد آدم همیشه زنده بمونه، وگرنه مرگ معمولی که واقعا ارزشی نداره. و این تروریستا نمیفهمن منو تهدید میکنن،
من وقتی که اومدم دارم با شما شاخ به شاخ میشم، میشناسمتون که اومدم. خب پس یعنی جانم توی اینجور مسائل برام مهمه، جانم در برابر ایران، چون من سرود ایرانو باهاش زندگی میکنم. در راه تو چه ارزشی دارد این جان ما؟ پس تو تروریست دیگه با تهدید منو نمیتونی هم میدون بدر کنی. تو دو تا راه داری، یا بیای بحث منطقی کنی که منطق نداری، یا اینکه همینجوری فوش بدی خودتو خالی کنی. ولی تهدید نکن، واقعا اون کار بیهوده ایه. تونستی بیا منو بکش، مشکلی هم نیست، دمت هم گرم، دستت هم میبوسم، خیلی هم حال میدی. میگم به جان مادرم اگه یک لحظه برای وقتا کامنت های این تروریست ها رو میخونم خندم میگیره. واقعا مثلا الان فکر میکنم الان زنگ میزنن تهدید میکنن، اگه یک لحظه من از تهدید شما بخوام به حراسم که دیگه امید دانا و ایران ایران گفتن و اینا دیگه بس چی شد بابا. ما وقتی که دل شیر داشتیم سفر عشق اومدیم، اگه دل شیر نداشتیم که تو این میدان و در این سفر عشق که سفر بسیار طولانی است که قدم بر نمی داشتیم. پس بنابراین تهدید نکنید، وقت خودتونم تلف نکنید، از دست منم خیلی ناراحتید، میتونید سراتون رو به دیوار بکوبید. ولی من بهتون یه پیشنهاد بهتر دارم، به جای کوبیدن سر به دیوار تلاش کنید کتاب بخونید. کتاب باعث میشه که یک مقدار این مغز، میدونید چون مغز مثل یه گوشت منجمده و ورزش مغز با کتابه. وقتی شما اصلا کتاب نخونی، این مغزه مثل یه گوشت منجمده، شما اینو منجمد نگرش داشتید، فقط همه چشم باز کردی. چون این اتفاقا دو سه روزه که خیلی تهدید کردم، من چون شماها رو میشناسم تو زندان با برخی از شما تروریست های تجزیه طلب، بعضیاتون هم فعال حقوق بشری بودین، حالا نام زندانی رو نمیارم چون الان دیدم تازه آزاد شده و این خبرگزاری ها دارن در موردش صحبت میکنین، ولی ساعت ها صحبت کردم. شماها یکی از دلایلی که اینا اینقدر توهین جنسی میکنن، بیشتر این تروریست های تجزیه طلب بچه قربتی، چون میدونید که تو اون مناطق، خب منم مادرم دهاتیه و تو دهات مادرم اینا خب حیوان داشتن، ولی بیشتر این تروریست های تجزیه طلب که اینقدر وقیح میشن و توهین های جنسی میکنن، اینا افرادی هستن که این شرم‌آوره بگم ولی یک حقیقتی است، اگر یک روز لازم بشه منتظرم که دو سه تا از این زندانیان تروریست تجزیه طلب که تازه آزادم شدن از زندان اوین و اینا بیان علیه من یک چیزی بگم تا این مسئله و خاطراتشونه که تو زندان تعریف میکردن رو بگم. اینها حتی به حیوانات طویله خود رحم نکردن و در زندان دو سه تا از این تروریست های تجزیه طلب برای ما تعریف میکردن چگونه با چارپایانی به مانند حالا پوزش میخوام الاغ و گاو و اینجور حیوانات، اسب و به اسب ماده، به خر ماده، چگونه تجاوز جنسی کردن. یک حقیقته و برای همینه که امروز اینا اینقدر میتونن وقیحانه به صورت اوریان توهینهای جنسی کنن. اینها کسانی هستن که حتی به حیوانات رحم نکردن. خاطر که میدونی خیلی از اینام که میرن تو پیشمرگای کرد، گروه های تجزیه طلب کردی و مثل دموکرات و کموله اینا، خب ماها بعدی وقتا ارتباط جنسی با هیچ هم با مثلا همسری اینا ندارن. برای همین اینها حتی به حیوانات هم رحم نمی کنن در همین حزب دموکرات و کموله. و به جان مادرم، یکیشون هم داشت تعریف میکرد برای من تو زندان که یک بار تو اون منطقه‌ای که توی حزب، البته اون موقع با این فردی که داشتم صحبت می‌کردم مال پژاک بود، میگه آره تو اونجا مثلا تو اون بخش ما مثلا خر ماده نداشتیم و من مجبور شدم با خر نر ارتباط جنسی برقرار کنم. شما یه همچین کثافتایی هستید، برای همینه که اینقدر اوریان میتونید توهین جنسی کنید. شما به حیوانات رحم نکردید، وای به روزی که بخواید کردستان یه کشور کنید. حاصل کسانی که به حیوانات طویله های خودشون هم رحم نمی کنن، حکومتشون چی میخواد بشه؟ چی کار میخوان بکنن با مردم کردستان؟ حالا بماند از این که شما بی برو برگرد، میتونم اینو بگم واژه 100% به کار بیارم با توجه به مطالعاتی که داشتم و اصلا نیازی به مطالعه هم نداره، شما برید یه سرچ کنید درد و دل و افشاگری های دختران پیشمرگه این احزابو بخونید، تقریبا به صورت 100%
این افراد به تمامی دختران پیشمرگه فرمانده هاشون تجاوز کردن. فرمانده ها 100%. حالا تو خیلی هم موارد هم پیشمرگه های همرده هم تجاوز کردن و آمار بسیار وحشتناکی وجود داره. خیلی از این پیشمرگه های مردی که سنشون کمتره، نوجوونن، 14-15 سالشون، خب اونا تو سنه کم میان عضو میشن و هنوز ریش و سیبیلشون هم در نیومده، پشت لبشون هم سبز نشده. خیلی از پیشمرگایی که سنشون بالاتره عموما فرمانده ها به اینا تجاوز میکنن. بنابراین خیلی از اینا که الانم تو اروپا و حامی این احزاب تروریستی تجدید طلبی هستن، حامی حزب دموکرات و کومولو و پژاک و چه میدونم الان خیبات بود و فلان و اینا که میگن، تمامی این گروهای تجدید طلب شما تعجب نکن اینا ادبیاتشون اینه. اینا یک عم در این سازمان ها و گروه ها بهشون تجاوز شده، خب باید بیاد همین فکر میکنه زندگی همینه. بعضی وقتا تعجب نکنید شما، چون زندگی عزیزان شماها زندگی سالمی داشتید. آدم شاخ در میاره. ما روزای اول که داشتیم تحقیق میکردیم یا در زندان با برخی از این تروریستا هم کلام میشدیم صحبت میکردیم، خب ما هم روزای اول خیلی تعجب میکردیم. ولی عموما میتونم اینجوری بهتون بگم، عموما تمامی پیشمرگه های حزب دموکرات و کوموله ارتباطات جنسی نامتعارف و یا ارتباطات جنسی غیر طبیعی و غیر نرمال داشتن. یعنی اینا به صورت آنورمال ارتباط جنسی داشتن، یا سنش کم بوده بهش تجاوز شده، یا خیلی نیاز به ارتباط جنسی داشته به حیوانات طویلشون رفته تجاوز کرده. تمامی پیشمرگه ها پس بنابراین ارتباطات جنسی آنورمال رو تجربه کردن که یک جورایی مسئله تجاوز بوده، یا بهشون تجاوز شده یا تجاوز کردن. از این دو حالت خارجی است مگر اینکه خلاف ثابت شه. یعنی شما از این به بعد هر پیشمرگه کرده یا هر کسی که طرفدار احزاب تروریستی کرده، کردنما البته، مثل دموکرات و پژاک و حالا همشون میبره و هرگز 100% این یا مورد تجاوز قرار گرفته یا تجاوز کرده به حیوانات یا به هر چیز دیگه، به یک پسر دیگه یا به یک همزن دیگه، مگر اینکه خلافش ثابت شه. برای همین من به این تروریست ها بگم زبان من رو بیشتر از این باز نکنید، و بازم خیلی چیزای دیگه دارم بگم. تهدید میکنین زبان من باز میشه. حالا دیدی زبان منو اسناد دیگه هم رو کنم، راستش اینا رو نگه داشته بودم یه برنامهش کنم، حالا اینجا الان یک سری چیزاشو لو دادم. منتظرم که زبانتون بیشتر دراز بشه، تهدیداتون بیشتر بشه، یه برنامه بذارم در مورد همین روابط جنسیتون، بفرستمتون هوا، چون خیلی توهین جنسی این دو سه روز به من کردید. ولی خب دیگه شما توهین کردید، دروغ هم گفتید، آی امیده همجنسگره، آی ما با همسرت، خب اینه که خودتون هم میدونید دروغه، خودتون رو خالی کردید. ولی میدونید که من الان دروغ نگفتم، بر اساس اسناد بهتون گفتم، همه تونو یاد گذشته هاتون آوردم، بیشتریاتون رو یاد کودکیتون آوردم. بنابراین دیگه منو به هم توهین جنسی نکنید که اینجوری میام حالتون رو میگیرم. دم همگی گرم، قربونتون برم، بدرود بر شما.